تا حالا اسم پادکست به گوشت خورده؟ اصلا پادکست چیه؟ همه ما یه ساعتهایی از روز رو در حال رفت و آمدیم. وقتی که پیاده قدم میزنیم، مترو، اتوبوس، تاکسی، توی مسیر رفتن به محله کار، دانشگاه، توی این وقت تلف شده چی کار میکنی؟ مردم رو نگاه میکنی؟ به موزیک گوش میدی؟ بازی میکنی؟ به سر صدای بقیه توجه میکنی؟ خسته نمیشین؟ میدونید از این وقتا چه استفاده ای میشه کرد؟ پیشنهاد من پادکسته. پادکست چیه؟ مثل یه فایل رادیویی. یه مدیای جدیده. برنامه صوتیه که تو میتونی هر جایی که هستی اونو گوش بدی. صدها پادکست تو صدها موضوع مختلف داریم. تاریخ، سیاست، سریال بازی، اقتصاد، فلسفه، روانشناسی، تکنولوژی. به ورزش علاقه داری؟ موسیقی. دسترسی به همه اینا مثل آب خوردن میمونه. تنها کاری که نیاز بکنی اینه که یه اپلیکیشن پادکست بریزی رو گوشی تا به صدها موضوع مختلف دسترسی داشته باشی. این همه برنامه داری اینم روش. خب حالا باید با چی پادکست گوش کنیم؟ محبوب ترین پادگیرها کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین و اسپاتیفای. البته بگم اپل پادکست رو گوشی های آیفون هست، نیاز به نصب نداره. حالا برای مثال کست باکس رو با هم بررسی میکنیم. برنامه رو که نصب کردید، وارد کست باکس میشید و تو اون کادر بالایی اسم پادکست مورد نظرتون رو تایپ کنید، مثلا ساعت صفر. بعد وارد اون صفحه میشید، گزینه سابسکرایب رو میزنید و بعد اپیزودهای شو مورد نظرتون رو گوش میکنید. درباره ساعت صرف این رو هم یادآوری کنم که این پادکست اصلاً مناسب بچه ها نیست. در انتها باید بگم که کست باکس هم برای اندروید و هم برای آی او اس در دسترسه.